با آقای دایی عزیز حسن دایی تحلیلگر. قبل از هر چیز، قبل از بپردازیم مسائل، یه نکته خیلی مهم به نظر من این اقدام دولت فرانسه است. البته این اقدام در سراسر اروپا داره اجرا میشه، یعنی مبارزه با گروه های تندرو اسلامی. تا به حال اونا تحمل میشدن و پایه سیاست به انگاره غلط که با کنار آمدن به تندروهای مذهبی میشه به تدریج اونها رو رام کرد و مهار کرد. این تصور خطا از آب در آمد. خب در آلمان که اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت بود برای حذف کارتل های مافیایی خاورمیانه که بیشتر هم در کار شستشوی پول دخالت داشت، در فرانسه مساجد دارن تعطیل میشن. یکی بعد تا به حال 30-40 مسجد تعطیل شده نیست و مرکز مذهبی. آیدایی بفرمایید. بله، عرض کنم که بله، فرانسه بعد از قانونی که مجلس گذروند، یعنی قانون شد که برای مبارزه با اسلام رادیکال و کسانی که در مراکز مذهبی، مسجد یا مرکز اسلامی یا هر جا تبلیغ خشونت میکنن، فرانسه، خب این سه کشور رو، یعنی واقعا اگه نگاه بکنیم، حالا سوای اسکاندیناوی که متفاوته یه مقداری، این سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان که در حقیقت ستونهای اصلی اروپا هستن با تمدن قدیمی، نوع برخوردشون طبیعتاً چه با جوامع مهاجر چه با این مسئله اسلام رادیکال و به طور کلی اسلام کمی تفاوت داره. ولی تا کنون به اصطلاح تا کنون تونستن به سلامت بگذرن. واقعا مشکل جدیه. میلیون ها نفر در فرانسه زندگی میکنن، مسلمانانی هستن که خیلی اینها در حاشیه جامعه هستن، جذب نشدن. فرانسه هم خب اصل جمهوریه، یعنی لایسیته، لایک بودن، این براش اصل بسیار مهمه که این رو رعایت میکنه. حتی داشتن نشانه های مذهبی در اماکن عمومی، مدارس و دولتی و غیره رو ممنوع میکنه. آنچه که مهمه جمهوری برای اینها مهمه، یعنی اینکه بدون تبعیض میان افکار، گرایشات، مذاهب، رنگ پوست و غیره به همه فرصت مناسب داده بشه. اینکه حالا در عمل چه میزان رعایت میشه داستان دیگری است، ولی واقعش اینه که این بحث جدا ماندن بخشی از جامعه مسلمانان که اسیر افکار افراطی هم هستن و نوع برخورد با اونها یه مسئله جدی در در فرانسه هست. در انگلستان خب جوامع هندی و پاکستانی و مسلمانان آفریقایی و کشورهای عربی و اینها هستن. در آلمان مسئله ترک ها هستن و مهمتر از همه از سال 2014-15 به بعد که بحران سوریه بالا گرفت، بیش از 1 میلیون مهاجر مسلمان به آلمان اومدن و به سلامت اینها رو تونسته آلمان جذب بکنه. نوع جذب در آلمان خیلی آسانتره بر تا فرانسه. خب اینا نوع برخوردهای متفاوته، ولی سوای این که نوع برخورد متفاوته، جوامع مسلمان مهاجری که در اونجا هستن متفاوته، دو چیز هست واقعا، دو مسئله جدی هست که اینها باید مورد بررسی قرار بگیره. به ما هم ربط داره به خاطر اینکه ما هم درگیر این مسئله هستیم. اینکه بالاخره چه کار باید کرد؟ باید مذهب رو که نمیشه ممنوع کرد، چطور میشه با این پدیده اسلام رادیکال، اسلام بنیادگرا مقابله کرد، ضمن اینکه به اعتقادات مردم احترام گذاشت؟ چطور میشه؟ این یک مشکل بسیار مهمیه که ما هم باهاش روبرو هستیم. دومش اینه که بالاخره تو این 20-30 سالی که گذشته به خاطر پیامدهایی که جهانی شدن در داشته که بخشهایی از جامعه در کشورهای اروپایی، در آمریکا، اینها از به صلاح قطار پیشرفت و بهره بردن
از مواهب اقتصادی و اجتماعی این اجتماعی این جهانی شدن، بی بهره موندن، از جامعه رانده شدن. من منظورم خود اروپایی هاست، آمریکایی هاست، اینها هم با سیستم مسئله پیدا کرد. بنابراین پوپولیسم روش کرده، پوپولیسم راست روش کرده. در بطن این پوپولیسم راست هم مسئله مهاجرین قرار داره. سوای بر اون، گروه های افراطی راستگرا به اصطلاح روش کردن. الان تو انتخابات آلمان، انتخابات سراسری که هفته پیش بود، همون چند روز پیش بود، حزب آلترناتیو برای دویچلند برای آمریکا که بسیار افراطیه، بیش از 10% فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یادم نیست دقیق، بین 11 تا 12% آرای ملی رو به دست آورد و در قسمت های شرق که جالبه که تحت سلطه به اصطلاح مثلا کمونیستا بود و در دوران یعنی آلمان شرقی بود و اینها، در برخی از جاها به 25% به عنوان حزب اول انتخاب شده. الان تو خود فرانسه سوای گروه ماری لوپن الان که هست، خود راستا واقعا یه مسئله دارن، یه شخصیتی اومده که هم پا به پای مارین لوپن، افکار بسیار افراطی و ضد دموکراتی داره. مسئله در مجارستان جدیه، در لهستان جدیه. یعنی ما با دو پدیده افراط روبرو هستیم، یکی اسلام رادیکال افراطی که چه باید کرد، دوم گروه های سنتی و محافظه‌کار سنتی و راست سنتی و سابقه دار در اروپا و در آمریکا ضعیف شدن، در مقابل گروه های افراطی راست روش کردن. یک مسئله جدیه. چرا جدیه؟ سوال این که خب این پاسخ به این سوال که چه باید کرد، سوالی که همه ما میکنیم واقعا. خب یه ده از هموطنان اعتقاد دارن که آقا باید اصلا ریشه اسلام رو زد، حالا اینم یه بحثی میکنن. یه ده میگن نه، باید تفاوت قائل شد برای عبور از این دومل چرکین بنیادگرای اسلامی، باید بخش مسلمان رو در کنار خودمون داشت. این هم یه راه حله. خب چه باید کرد؟ دومش اینه که عرض کردم این رشد گرایشات افراطی در جامعه ما تأثیر میذاره. ما فکر نکنیم ماهای جزیره‌ای هستیم در ایران که بی بهره ایم از تأثیرات، یعنی به ما اثر نمیگذاره تحولات و گرایشات بین‌المللی. تمام افکار و گرایشات مهمی که در ایران بوده، لااقل اونجا که من مطالعه کردم یا تجربه کردم، متأثر از تحولات فکری در اروپا و یا آمریکا بوده یا در کشورهای دیگه بوده. همین بنیادگرایی اسلامی به طور مدون و منسجم در مصر و در سوریه و در این کشورها رشد کرد و بعد به ایران رسید. ما حتی افکار تجددخواهی که در آغاز قرن، حتی در انقلاب مشروطیت بود، تجدد طلبی، اینها بیشترش از اروپا اومد. بعد اون بخشی که طرفدار تجدد عامرانه شدن، ناسیونالیسم، حتی ایده رفتن طرف ناسیونالیسم نژادگرایانه که اون دیگه افراطش بود، اونها هم از اروپا متاثر شدن. بعد در دهه جنگ سرد ما یادمونه در خود ایران افکار چپ چقدر در ایران وارد شد. بنابراین این سابقه را اگه نگاه میکنیم، این افکار میتونه وارد ایران هم بشه، افکار راست افراطی. خطرش برای ما کجاست؟ خطرش برای ما اینجاست که ما یک کشوری هستیم که با مذاهب مختلف، با اقوام مختلف، هم خودمون ایرانی میدونیم. ما اگر این ویروس خطرناک افراط و نجات پرستی و اینجور چیزها وارد بشه، که خیلی کم وارد شده متاسفانه، خب این مشکل ایجاد خواهد کرد، نه برای آینده ایران، حتی برای اینکه بتونیم یک همگرایی ملی ایجاد بکنیم برای عبور از نظام. بنابراین اینها مهمه، باید در نزدیک دنبال کرد. من کماکان معتقدم که در مجموع هر سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان برخوردشون موفقیت آمیز بوده با این بحرانی که خیلی جدیه. ما این رو نباید دست کم بگیریم. از میون این سه تا من شخصا فکر میکنم فرانسه برخوردش از همه عاقلانه تر و جدی تر بوده. حالا درسته ما الان داریم وارد پریود انتخابات فرانسه میشیم، چون
بهار اوایل سال، بهار آینده یا مارس یا آوریل، همه حدود است، انتخابات ریاست جمهوری مهم در فرانسه است. یه مقداری هم از این جست ها به خاطر انتخاباته، اما در مجموعش من اینها رو منفرد میتونم، ما باید اینها رو نگاه بکنیم، درس بگیریم برای کشور خودمون. به اعتقاد من تشکر میکنم آقای دایی عزیز، روزیات که دادی. خب آقای دایی، بریم مثلا یه انتصاب جدید، این آقای جبلی که رو در رأس سازمان رادیو تلویزیون گذاشتند کیه؟ همه میدونیم که یکی از بی‌اعتبارترین رسانه‌ها در کل خاورمیانه، نه فقط در ایران، این صدا و سیماست. یعنی رسانه است که با این گردش به عنوان رسانه ملی یاد میشه، اما کمترین مخاطب رو داره. یعنی گاه گفته میشه که شمار کارمندان صدا و سیما که سر میزنه به 45,000 نفر، در دوره ما حدود 9,000 نفر کل کارمندان رادیو تلویزیون بود، امروز رسیده به 45,000. اون زمان خب یه رسانه سراسری بود، خیلی مورد توجه مردم بود و سعیم میکرد که از نظرات مردم پیروی بکنه، برنامه این رو پخش میکردن که مورد رسوخ دست کم اکثریت جامعه باشه. امروز درست برعکسه، یعنی این رسانه مردم رو خسته و بیزار کرد. میگم تعداد مخاطبانش از تعداد کارمنداش خیلی کم داره، بیشتر مردم رو بردن به رسانه های ماهواره ای، همینجور دیدن فیلم ها، سریال ها، بعضی خب و شبکه های اجتماعی که نقش خیلی مهمی پیدا کرد. آیدا جبلی کیه؟ عرض کنم که ببینید در خود جمهوری اسلامی 42 سال نرفتن آدم های متخصص وارد پاک و پاکیزه و یا نمیدونم فیلسوف رو وردارن بیارن تو سر مقامات، همیشه این کوتوله ها رو، بیسواد ها رو و جانیان رو به مقامات مختلف رسوندن. از رئیس جمهورای همه رئیس جمهوراشون نگاه بکنید یکی یکی و ببینید کیان. بنابراین ما اگه قضاوت هم میکنیم تو دستگاه خود جمهوری اسلامی، تو مقیاس و معیار خود اونا میگیم، مثلا میگیم تو معیار خود اونا هم خب دیگه رئیسی از میدان جنایت، بیسوادی، نمیدونم ناوارد بودن که حرف زدن هم بلد نه، یه سر و گردن هم بقیه بالاتره. به همین ترتیب جبلی رو که کردن رئیس رادیو تلویزیون، خب همیشه یا پاسداری میدونم جلیلی چی، اون کی بود، آمولی لاریجانی رو برادر اینو برد کردن یه مدتی مثلا اونجا بود، یا زرقامی بود که پاس اینا پاسدار بودن خب قبلش، ولی تو بازم معیار خودشون یادم مثل این جبلی خیلی پایین تره. این چی کاره بوده؟ این یادم یه مدت کمی سفیر جمهوری اسلامی بوده تو تونس، یه جایی که اصلا روابط مهم هم نیه. ما مشاور سعید جلیلی بوده، شما الان میتونی اصلا چه موجودیه. بعد که اومده تو رادیو تلویزیون، اینش مهمه، شده مسئول شبکه های برون مرزی صدا و سیما. این خیلی مهمه. شبکه های برون مرزی دو بخشن، یه بخشیش که مال خود صدا و سیماست، شبکه نمیدونم جنس شبکه های مذهبی داره مثل سحر و نمیدونم اینها به زبان های مختلف و اینا. من یه گزارشی دو سه سال پیش درست کردم، کل این تلویزیون ها رو با هم دیدیم. مخواستم امروز بیارم ببینیم ولی دیدم خیلی طولانیه. یه سری شبکه های مذهبی و نم فیلم و این چیزا هستش که برای کشور عربی، اردو، هندو و اینا پخش میکنه. یکی هم مثلا برای آمریکا لاتین داره مثلا. این وابسته به خود صدا و سیماست. یه دو سه تا شبکه انگلیسی داره که مهمه، یکیش هم پرس تیویه که خب ممنوع شده رو ماهواره، ولی خب اینترنت و اینا میاد تو صحنه. یکی العالمه که مثلا خواستن رقابت بکنن با الجزیره که خیلی سطح پایین تری داره. اما یه بخش دیگه هم هست، یه بخش دیگه هم هست، برای همین فکر کنم جبلی مهمه. اینه ببین، یه بخش اینا دارن یه چیزی درست کردن، حدود الان 12-13 ساله میشه، ولی 7-8 ساله که جدی شده، به نام اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی. اینا هم کل یه سری شبکه های تلویزیونی رو
که اکثر اینا زیر نظر سپاه قدسه. با این شبکه های برون مرزی صدا و سیما یکی کردن که بتونن مدیریتشون یکسان باشه، به همدیگه کمک بکنن که کیفیت بره بالا. مثلا تلویزیون های حزب الله که یکی المنار یکی المیادین، دو تا تلویزیون مهم داره، ماهواره ای دیگه، مثلا جزء ایناش. یه مثلا تلویزیون برای یمن دادن المسیره، برای عراق دارن، برای عراق ده ها تلویزیون دارن، برای هر گروه میلیشیای تلویزیون دارن. برخی از این تلویزیون ها مثلا برای بدر مثلا یا برای حزب و دعوه مثلا چند تا در استان های مختلف عراق دارن، نزدیک 50-60 تلویزیون هن. اکثر اینا زیر سپاه قدس کار میکنن. مسئولیت اینها برای اینکه بخش مهمشون به عربیه زیر نظر مشترک حزب الله لبنان و همین شبکه برومرزی صدا و سیما است که جبلی بوده، با سپاه قدس هم همکاری میکنن. مثلا اینا یه مرکزی داشتن تو بیروت و دارن هنوز، که تو همون بیروت هم مرکز المنار هست مثلا یه بخشیش، هم العالم هست که مال صدا و سیماست، هم المسیره هست، همون تلویزیون درب و داغونی که درست کردن برای عربستان که هیچ کیفیتی نداره. اولا ما تعداد صحبت میکنیم، فکر نکنم خیلی کیفیت دارن، نه نه، چیزای درب و داغونی هستن. بنابراین این جبلی سال هاست که با سپاه قدس داره همکاری میکنه. یک. دوم، این شبکه ها فقط کارشون اخبار و گزارش نیست، اینا همکاری با سپاه قدس و سپاه پاسداران فراتر از ایناست. ما دیدیم سر این داستانی که با هم گزارشش رو دیدیم، مونیکا ویت که افسر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا بود، این رو کشوننش ایران، اونجا سپاه پاسداران جذبش کرد، با کمک اون تونستن کلی سیستم های اطلاعاتی آمریکا رو از ایران هک کنن. یه ضربه اطلاعاتی بسیار بدی به آمریکا زدن. خب این گوینده تلویزیون پرستیوی ممکن خیلی ایرانی ها دیده باشن، یه خانم سیاه‌پوستیه به نام، بهش میگن مرضیه هاشمی، یه اسم انگلیسی داشته، حالا اسمش کرده مرضیه هاشمی. این خانم بود که جذبش کرد مونیکا ویتو، یعنی رسما با اطلاعات سپاه کار میکرده این خانم. این خانم همین الان گوینده پرستیویه، که وقتی این خانم اومد چند سال پیش، زمان آقای ترامپ هم بود فکر کنم 2018 بود، اومد اینجا واشنگتن که پسرش مثلا ببینه، FBI دستگیرش کرد، یه 20 روز اینجا گرفتنش که بازجوییش کنن. همین نایاکی ها اینا تظاهرات کردن که او خبرنگارش رو دستگیر کردی از حرفا. منظور من اینه که این جبلی همکاریش با سپاه قدس برای شبکه های گروه تروریستی رژیم و با سیستم های اطلاعاتی، بله این همون خانم مرضیه هاشمی گوینده تلویزیون پرستیویه که کار اطلاعاتی میکرده، جذب کرده برای سپاه پاسداران. اصلا اون پرونده مونیکا ویتو که من گزارشم تهیه کردم، خود پرونده رو من کامل مال دادگاه رو خوندم، اصلا به طور ریز و روزمره این مرضیه هاشمی با مونیکا ویت همکاری میکرد که جذبش کنه از افغانستان، چجوری بیارنش تهران، چجوری تخلیهش کنن، یارگیریش کردن. خانم یه اسمی براش هم گذاشتن، فاطمه، اینم چی مثلا بردنش پیش امام جمعه قزوین، مسلمونش کردن و بهش پولمول دادن و کلی ضربه اطلاعاتی زد. منظور من اینه که جبلی یه آدم اطلاعاتی امنیتی سپاه قدسیه. یک. حالا چرا اینو آوردن؟ ببینید حکومت میخواد اولا یه دست کنه، ببینید رئیسی رو برای چی آورد، بالاخره این بحث رو بارها کردیم. ولی ببینید آدمایی که با سپاه قدس بودن، تو کار اطلاعاتی بودن، اینا رو داره میاره بالا. مثلا وزیر کشور رو کرده احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس. یعنی این فکر میکنه که همون مدلی تروریست و سرکوب و بمبگذاری که تو خارج بوده رو آورده داخل. رئیس قرارگاه سارالله که مسئول امنیت تهرانه، یه جانیه کاظمی، اینو کرده استاندار تهران. به همین ترتیب سپاهی ها، سپاه قدسی ها، امنیتی چی ها، اطلاعات چی ها رو داره بهشون مقامات مهم میده. این میخواد یک دست بکنه. عرض کردم حکومت
هر کسی رو، هر موجودی از رفتارش میشه شناخت که چیکار میخواد بکنه. عرض کردم صبح وقتی یه نفر کروات میزنه و کیف دستش میگیره، میگه لابد داره میره سر کار یا میره مثلا یه ملاقات مهم میداره. اگه یه نفر شلوار گرم کنه و کفش کتونی پوشید، داره میره بدوه. این حکومت با انتخاب این جیانیان، تروریستا و آدمای سپاه قدس و اینها، خودش رو داره یک دست میکنه، آماده می، یعنی معلومه چه سیاست. شما اگه بخواد یه سیاست درست با دنیا برید که رئیسی رو، احمد وحیدی و کاظمینی و جبلی و نمینها رو نمیارید که این موجودات رو آوردن برای سرکوب در داخل، ترور و ارعاب و باجگیری در خارج، در این تردیدی نیست. صدا و سیما رو هم میخوان هماهنگ بکنن با اون، میخوان یه هماهنگی کامل ایجاد بکنن بین صدا و سیما با امثال وحیدی وزیر کشور، با رئیسی سرکوب کرد، با اون محسن اجایی قاتل که رئیس قوه قضاییه است. میخوان یک دست همه در خدمت تروریسم خارج، سیاست های توسعه طلبانه منطقه‌ای و سرکوب در داخل باشن. این برداشتی که من میکنم. تشکر از توضیحات آقای دایی عزیز. اگر دایی اجازه بدید از بازار آگهی ها عبور کنیم. راستی در مورد همین مبارزه با گروه های تندرو اسلامی در نیجریه، خب نیجریه کشور خیلی پر جمعیت، بیش از 200 میلیون جمعیت دارن، گروه های افراطی مذهبی در اونجا خیلی فعال، یکی از گروه هایی که زادگاهش نیجریه است یا بخشی از نیجریه است همین بوکو حرام، یکی از خوف‌انگیزترین و وحشتناکترین گروه های ترور اسلامی، گروه آدم کش که اغلب هم در همه رازی که میکنن بیشتر هدفشون گروگانگیری یا به اسارت گرفتن دختران و زنانه. اینا الان تا بار صدها دختر رو و حتی دختران دانش آموز رو دزدیدن که معلوم نیست سرنوشت پاره از اونها به کجا انجام میده. یعنی خیلی خیلی وحشتناکه. اینا با گروه طالبان هم در ارتباطه و همچنان به گروه القاعده، یعنی چندی گروه مذهبی هستن در شمال نیجریه هم که بخشی داره تلاش میکنه که اونجا امارت اسلامی درست میکنه. حالا جمهوری اسلامی در اونجا فعال شده، یکی از نمایشاتی که به راه انداخت همین در ابوجا در نیجریه راه پیمایی اربعین بود. اینا در جریان راه پیمایی خشونت هم کردن، پلیس مداخله کرد، سعی کرد که با گاز اشکاور اونا رو متفرق بکنه، مقابله کردن با پلیس، 8 نفر رو کشتن، 57 نفر رو دستگیر کردن. یعنی معلوم میشه که دیگه ملاحظه و امساق از این کنار و چشم روی هم گذاشتن و ندیدن پاره از خشونت ها و تندروی های مذهبی داره دورش به سر میاد. و این هم یه اتفاق خیلی آجا این نظرتون چیه در مورد مقابله؟ اینو من بعد از آگهی توضیح میدم. یه گزارشی چند سال پیش درست کردم با هم دیدیم در مورد نیجریه، اتفاقا مسئله مهمیه. یعنی اینا خب شعبات مختلف اسلام افراطی هستن، القاعده و چی و چی، با هم اختلافات هم دارن، اختلافات خانوادگی دارن با هم. جمهوری اسلامی هم فعاله و حتی همین فعالیتی که در نیجریه میکنه با بوکو حرام جاهای اختلاف هم پیدا میکنن، بله هم دیگه هم کارهایی میکنن، ولی در مجموعش اینه که کشورهای آفریقایی که هزار تا مصیبت داشته و دارن الان با این مصیبت عظیم هم روبرو هن. یعنی این مثل آفریقای ساب صحرا، یعنی زیر صحرا، اون بالا که شاخ آفریقاست، تونس و الجزایر مراکش، اینا اونا یه مشکل دیگه داشتن ولی تونستن باش حل بکنن. این در پایینش جمهوری اسلامی خیلی قویه. اینو بعد از آگهی توضیح میدم که مهمه به نظر من. داشتیم رو نیجریه صحبت میکردیم، این راه پیمایی اربعین گروه هایی که خودشون گروه شیعی مینامند، اینا اغلب قبلا سنی بودن، جمهوری اسلامی آمده پول توزیع کرده بین اونها و سعی میکنه که شما رو اونها رو از طریق خریداری اونها بیشتر بکنه و سعی کنه که با اونها اعمال نفوذ بکنه در جامعه نیجریه. اینا تحمل نمیکنه. بالاخره نزدیک 50 نیست ولی حدود 48-49% جمعیت این کشور خیلی پر جمعیت آفریقایی رو
مسیحی‌ها تشکیل میدن. من برای نصف و نصف دارم، چون شمار مسلمان ها اندکی بیشتره، یک کمی بیشتر از 50% مسلمان هم، بقیه مسیحی هم. و اینو نمیتونن تحمل بکنن که گروه های مذهبی تندرو بخوان اینجا رو تبدیل بکنن به یک امارت بزرگ اسلام. آقای دایی داشتن توضیح میدادن. آقای دایی سراپا گوشی بفرمه. بله، اتفاقی که از دوستان یه متنی برام فرستاده که به اصطلاح این مسائل اسلام رادیکال و اینها در اروپا و این وحشیگری هایی که برخی از اینا میکنن چه ربطی به راست افراطی و این گرایشات پوپولیستی خیلی افراطی داره، که طبیقا دو روی یه سکن دیگه، چون بالاخره اونها هم روی همین مسئله مهاجران تکیه میکنن، مسئله اسلام زدایی. عرض کردم شیوهی که اونها میگن با شیوهی که بقیه میگن متفاوته، و کلا خارجی ها، یعنی با هنو خارجی مخالفن، بعد میکشه به جای ضد دموکراتیک، دو روی یعنی به هم تأثیر میذاره یا ازش بهره میگیرن. اینو خواستم اضافه بکنم. ولی آیدایی چون من تغییر میکنم، آمدن نه با شماست، این میزان الحراره گرایش به راست، گرایش به راست ارتباط مستقیم داره با فعالیت مذهبی اون در کشورهای اروپایی. نمیشه هر وقت فعالیت های اونا، جنایات اونا بیشتر شده، گروه های راست به اصطلاح سیاسی قدرت بیشتری پیدا کردن، نفوذ بیشتری در مردم، همطور که آقای دایی گفتن مثلا در منطقه شرق آلمان نفوذ اونها خیلی زیاده، در بقیه نقاط نه، چه حدود 10% خوشبختانه در یه جایی ریزش داشتن، ریزش داشتن، چون این بار کسانی که پای صندوق های رای رفتن در آلمان به احزاب رای ندادن، اغلب به برنامه احزاب رای دادن، خیلی ما به برنامه افراد رای دادن، و این یه تحوله. خب میفرمودید، بله حق با شماست، بفرمودید. بله، حالا بحثش خیلی طولانیه، در آینده خواهیم کرد واقعا، برخی از به اصطلاح افکار افراطیشون یه مقداری وارد فضای مجازی و فضای سیاسی ایران شده، راست افراطی، چون ما گرفتار بنیادگرایی که هستیم، میخوام ازش هم عبور بکنیم. از اون طرف پشتبون اگه بیفتیم برای جامعه ایران با این به اصطلاح گرایشات مختلفی که در ایران هم میتونه خطرناک باشه. این خواستم فقط اضافه کنم. اما برگردیم به بحث شیرین نیجریه. من یه گزارش درست کردم چند سال پیش، ما هم دیدیم در مورد جنبش مسلمانان نیجریه. خب نیجریه خیلی کشور بزرگه، اگه اشتباه نکنم یه چیزی نزدیک که 200 میلیون فکر کنم جمعیت داره، یادم نیست دقیقاً، نزدیک نیمی از اینها مسلمانن، شیعه توشون خیلی کم بوده. یه آقایی که اومد ایران طلبه شد و اینها زمان خمینی، خب قدیما، به نام شیخ زکزاکی، این اومد و خلاصه این رو فرستادنش برگرد نیجریه. شما باورتون نمیشه در عرض 20 سال با حمایتی که جمهوری اسلامی کرد، مناطق فقیر و شمال نیجریه تونست صدها هزار نفر رو، حالا خود جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون 5 میلیون، ولی صدها هزار نفر رو جذب کرد، ولخرجی میکردن و اینها، و اونا هم فقیرن دیگه. الان تو سوریه 100 دلار ماهی 100 دلار ماهی 50 دلار میده به این کسانی که گرفتارن که بیان بشن شیعه، اگه یه شیعه دیگه هم با خودشون بیارن یکی رو بکنن شیعه، 100 دلار دیگه هم میگیرن. تو سوریه دارن این کارو میکنن، حرف من نی کوتام گزارشات بنومیدالیه. حالا شو فکر کن تو نیجریه یه دفعه صدها هزار نفر رو کردن شیعه، اومدن جنبش مسلمانان نیجریه رو انداختن، حتی یه چیزی درست کردن مثل میلیشیا، رژه میرفتن، حالا بدون اسلحه ها رژه میرفتن، لباسای نظامی پوشیدن رژه میرفتن و اینها، پیشاهنگی. و تا اینکه 7 8 سال پیش، من تایید نمیکنم کار ارتش نیجریه رو، تایید نمیکنم، ارتش نیجریه حمله کردن به اون مرکز، یعنی یه سال قبلش که روز قدس، شو فکر کنید اصلا مردم نیجریه چی کار دارن به اسرائیل و فلسطین، روز قدس برگزار میکردن و اینها، تا اینکه یه روز تظاهرات روز قدس ارتش حمله کرد و میگن 15 نفر کشته شدن، اینا روایات جمهوری اسلامی، ولی خب عده کشته شدن، حالا چجوری شد و من دقیق نمیدونم، احتمالا همینه.
سال بعدش دوباره اینا اومدن تحریک کردن، ارتش هم حمله که یه صبح زود به مراکز همین جنبش مسلمان نیجریه، اون شیخ زکزاکی هم یه تیر بهش زدن، خورد، یه تیر خورد و دستگیرش کردن، یه چند سالی زندان بود و الان تحت نظره، مثل هست مثلا بیرونه و خب. بچه هاش دو سه نفر کشته شدن و خلاصه دکان جنبش مسلمان ها رو بستن، ولی هنو اینا هستن. همین تو اربعین که چند روز پیش بود یه لشکر رو انداخته بودن دوباره اومده بودن، اما همه اینا با پول جمهوری اسلامی ها، فکر نکنید حالا کسی پولی به اینا میده، دوباره اومدن مراسم اربعین با عکسای زکزاکی با پلاکارد و تشکیلات اومده بودن اینا. حالا جالب اینه که تو همین نیجریه که جمهوری اسلامی، خب لااقل بعد با دولت نیجریه کمی راه بیاد مدارا کنه که جلوی همون جنبش مسلمان نیجریه اون شیخ زکزاکی رو نگیره، بارها و بارها کشتیهایی که محموله هایی که جمهوری اسلامی به ویژه از بندر لاگوس تو نیجریه، یه بندری هست، از اونجا داشته خمپاره، مواد مخدر، هر چی بگید به خاورمیانه میفرستاده رو یا به برای آفریقا رو گرفتن، حتی یه محموله سلاح رو گرفتن توی کشتی جمهوری اسلامی داشته میفرستاده برای مخالفان دولت سنگال، حالا با دولت سنگال هم رابطه داره ها، یعنی اینه این موجوده. حالا تو این زیر آفریقای زیر صحرا از کنم که اگه اون شمال رو بذاریم کنار که کشور شاخ آفریقا لیبی و الجزایر و نمین ها هم مصر رو اینا رو بذاریم کنار، اون پایین صحرای به اصطلاح آفریقای سبز به اصطلاح که تا آفریقای جنوبی هم میاد پایین، جامعه المصطفى 30 شعبه داره، تو 18 کشور شعبه اصلی داره. اصلا تو غنا بخواستم یه گزارش تهیه کنم الان فرصت نشده، هفته پیش مراسم بازگشایی دانشگاه اسلامی اکرا تو پایتخت غنا بود، 1000 خورده محصل داره، 2 حوزه علمیه داره، خیلی فعالیت میکنن جمهوری اسلامی، خیلی با این حال با القاعده هم همکاری میکنه، با القاعده مثلا الشباب تو سودان هم همکاری میکنه. این یه بحران جدی برای آفریقاست، ولی امکانات مالی ندارن. مثلا تو غنا واقعا خریدن این کشورهای آفریقایی رشوه دادن کار سختی نیست برای جمهوری اسلامی، ولخرجی هم میکنه تا دلتون بخواد تو آفریقا ولخرجی میکنه. برای این مسئله بنیادگرایی اسلامی در یه سری از این کشورها گریبان جمهوری اسلامی رو، گریبان آفریقا رو گرفته و دنیا واقعا باید کمک بکنه به آفریقا برای مقابله با این. عرض کردم تفاوتش اینه که توی اون 3 کشور تونس و مراکش و الجزایر دولت فرانسه واقعا کمک کرد به این 3 کشور برای مقابله با این پدیده اسلام رادیکال. اصلا جمهوری اسلامی این بساط المصطفى و نمه حوزه علمیه رو یک دونش رو امکان اجازه نمیدن که فعالیت بکنه اونجا. بسیار منظورم بود فقط اشاره بکنم که این شیخ زکزاکی الان یا زندانه یا بیرون تحت نظره و این جنبش مسلمان نیجریه هم که جمهوری اسلامی خیلی کمک کرد راه انداخت تقریبا تعطیل کردن. در مورد بوکو حرام هم که شما اشاره فرمودید، تو آفریقا همیشه این جنگ‌های قبیله‌ای و سربازان کودک و خانواده بدوزن و اینها بوده. بوکو حرام اومده همه اون صفات مذموم و اون کارهای جنایتکارانه که تو آفریقا بوده رو اضافه کرده، یه شکل اسلامی هم بهش داده، دخترها رو میدزده سرشون چادر هم میکنه، تجاوز هم میکنه به نام اسلام، یعنی چی میگن یه لعاب اسلامی هم به همون جنایات بقیه که میکردن و منظمتر هم داره میکنه، حالا عملیات تروریستی هم میکنه و واقعا هم خب فرانسه هنوز تو حتی کشورهای دیگه تو مالی، چون میدونی نزدیک اشتباه نکنم 16-17 کشور آفریقایی فرانکوفون هن به تمام فرانسه صحبت میکنه، اینها قبلا فرانسه در اونجا حضور جدی داشته یا مستمره شون بوده. فرانسه در مقابله با القاعده واقعا نقش درجه یک رو داره، آمریکا هم کمک میکنه، نه که آمریکا نیست، ولی فرانسه نقش درجه اول داره و در چاد، در لیبی، در اریتره، در اینجا خیلی جدی هست. یه مسئله بسیار جدیه، یه مسئله بنیادگرایی و تروریسم، یه مسئله واقعا جدیه. کاملا. و جالبی که آقای جایی
با این همه سرمایه گذاری تو این 30 سال اخیر به ویژه در چندین قاره، اینا 1 میلیمتر نتونستن توفیق به دست بیارن. فکر کنید با این همه پولی که در سوریه ریختن، امروز ترکیه دست بالا رو داره، در اندازه ای که از ایالات متحده آمریکا میخواد خاک سوریه رو ترک بکنه، یا 10% خاک سوریه رو گرفته زمین خاک خودش کرد، یعنی مدارسی که اونجا الان برقرار برپا هستن همه معلماش ترکن، عکس رجب طیب اردوغان رو توی کلاس های درس دادن، یعنی اینقدر پیشرفت کرد. جمهوری اسلامی روز به روز عقب رفته، 1 سانتیمتر به مرز اسرائیل نزدیک نشده، هر روزم داره خسارت میده، هر روزم داره ضرر و زیان میکنه. یا بعد از این همه سرمایه گذاری تو آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، جمهوری اسلامی کجا ایستاده؟ اون سرمایه ها چی شد؟ اون پول هایی که در این ممالک خرج شد دوره احمد نژاد کاش به کجا انجامید؟ الان در اختیار کیه؟ اون بناهایی که ساختن، اون ساختمان ها و مجموعه های مسکونی که مثلا در ونزوئلا، در کاراکاس یا در برخی از نقاط ساحلی، اینا چی شدن؟ یا تمام تلاش هایی که در آسیای میانه کردن، کی امروز دست بالا در آسیای میانه داره؟ جمهوری آذربایجان کی دست بالا داره؟ آقای اردوغان، آنکارا دست بالا رو داره. جمهوری اسلامی در همه جا ناچار به عقب نشینی شده. بگم که آخریش افغانستان دیگه. آیدایی بفرمایید. بله کاملا درست فهمید. دیدم که دو تا اتفاقی که در ارتباط سوریه افتاد، یکی که امروز اردن مرزی که داشت با سوریه رو به طور کامل باز کرده که کامیونای تجاری بتونن عبور بکنن. آمریکا به اصطلاح معافیت داده به اردن برای یه سری از اقلام، به ویژه مسئله سوخت برای لبنان، برق برای لبنان و یه سری کارهای دیگه. سعی میکنه از این طریق نفوذ جمهوری اسلامی رو کم بکنه. یکی پریروز دوباره همون منطقه البوکمال و المیادین که میشه مرز سوریه با عراق، که جمهوری اسلامی وقتی اونجا رو گرفت گفت بح دیگه، ما کوریدور زمینی تهران مدیترانه رو گرفتیم و اینا. دوباره هواپیماها اونجا رو بمباران کردن، عده‌ای از این میلیشیاهای جمهوری اسلامی رو کشتن. من فکر کنم اسرائیل به این هواپیماش گفته که وقتی میرن بیرون برای هر کاری، گفته اگه بمبی دارید همراهتون، برای مانوف میرید، برای آزمایش میرید، تمرین میرید، بر نگردید با بمبتون، برید یه دورم بزنید اون منطقه، دو تا بمبم رو سر پایگاه جمهوری اسلامی بزنید. چون مرتب من دیگه اصلا حسابش از دستم در رفته، یه مدت اینا رو ضبط میکردم میذاشتم تو پوشه یا یادداشت میکردم مثلا این تاریخ اینجوری شد، اصلا دیگه گشتم کنار. خب این چی کار داره مثلا میخواد بکنه اونجا؟ مثلا روسیه اجازه میده که جمهوری اسلامی بره تو بلندی های جولان؟ امتیاز کلی پوتین امتیاز میگیره سر این از همه. حتی بشار اسد داره الان به خاطر اینکه میدونه که جمهوری اسلامی مسئله است، داره از غرب میخواد امتیاز بگیره به خاطر لبنان یا جاهای دیگه. چیزی گیره اینا نمیاد. بعد یه جایی هست که اینا رو با این یادم من اینا میخواستن تو این دریای سرخ که میره بالا به تنگه باب المندب برن هموطنی ها، خیلی مهمه، بالا که میره رفته بودن اونجاها پایگاه بزنن، رفته بودن به یک کشور درب و داغون جیبوتی کلی پول داده بودن، ساختمان مجلس جیبوتی رو ساخته بود زمان احمد نژاد، اگه اشتباه نکنم هم 20 میلیونی درهم بالایی خرج کردن، یه ساختمان خیلی عظیم. این پدر این صدر هاشمی که تو آمریکا گرفتنش که تو ونزوئلا خونه می ساختن، اون صدر هاشمی رفته بود اون به اصطلاح ساختمان مجلس رو ساخته بود در اونجا به دستور سپاه قدس، یه شرکت دارن شرکت ساختمانی دارن من استراتوس، رفتن بر رشوه بعد اومدن یه مجتمع تجاری ساختن، یه مال به اصطلاح تجاری ساختن تو خود جیبوتی، کلی هم به رهبران جیبوتی رشوه دادن که چی؟ حالا آخرش که چی؟ که تو بندر جیبوتی 2 ناو گذاشته بودن، اجازه پایگاه که به اونا نده بودن، که گفتن تو بندر جیبوتی که تو همون اول دریای سرخه برای تنگ باب المندب
اینا دو تا ناوه، این ناوهای درب و داغون جمهوری اسلامی رو گشته بودن، جاسوسی میکردن، رصد میکردن عربستان و چیزو، اجازه عملیات هم نداشتن. این همه پول دادن برای عربستان، اومد با جیبوتی رابطه‌اش رو که برقرار کرد بعد که محمد بن سلمان اومد، یکی از کاراش هم همین بود. جمهوری اسلامی اون دو تا کشتی هم انداختن بیرون. به همین ترتیب توی سودان کارخونه اسلحه سازی زده بودن، چی کردن به اون عمرالبشیر، کلی پول دادن انداختنشون بیرون. یعنی میخوام بگم اگه به حسابرسی باشه که اینا چیکار کردن غیر از که پول جیب مردم ایران رو خالی کردن رفتن اونجا خرج کردن؟ هیچ. آقای دایی، این قضیه تحریم کالاهای کره‌ای و بعدم تحریم فایزر دوباره، یعنی اینا اعلام کردن که فایزر وارد میکنیم، رسما دولت رئیسی اعلام کرد، بشارت دادن به مردم، دیروز از بالا دستور اومد که نه، ورود فایزر ممنوعه، بعد زنان باردار رو با سینوفار واکسینه کنید چون قرار بود با فایزر زنان، و میدونیم همه دیگه این به اصطلاح نتیجه تحقیقاتی است که در سطح جهان صورت گرفته درباره واکسینه شدن زنان باردار با فایزر بایونتک. خب نتیجه مثبت، نتیجه درجه یک داشته، در حالی که در مورد سینوفارم هنوز شک و تردید خیلی زیاده. تاثیرگذاریش روی زنان باردار در برابر علامت سال، در حالی که فایزر دیگه هیچ داده ای نیست که به اصطلاح درش ابهامی وجود داشته باشه. آقای دایی، این فکر میکنید دلیلش چیه؟ آخه این لجاجت، چون بعضی وقتا آدم تصور میکنه که یه آدمی بالا نشسته، نشسته توی نعنو، یه آدم ریشدار، بچه ریشدار نشسته داره ایران رو هدایت میکنه، اوست که فرمان به اصطلاح فرمان ها و احکام لازم رو صادر میکنه، چون چیزی که به نظر من نمیرسه فایزر رو آزاد بکنید، دو سه روز آزاد بشه، دوباره اون رو تحریم بکنید، جلوش رو، جلو ورودش رو بگیرید. بفرمایید. اولا که خب ببینید توی مملکت، عرض کردم چندی پیش قبل از که رئیس انتخاب بشه، خامنه ای دو سه ساله که در همه کار دخالت میکنه، قبلا ظاهرا نمیکرد، یه حکمی مینوشت میفرستاد یا یه سخنرانی میکرد تلویحاً، حتی سر مذاکرات برجام میگفت من اینو میگم، حالا میخواد بکنید نکنید، مثلا عقب نشینی قهرمانانه، نرمش قهرمان. حد دو سه سال پیش در همه کار دخالت میکنه، وارد میشه، این کارو بکنه، این کارو نکنید، سر همه چیز. یکی از دلایلش اینه که میخوان حکومت رو صفر نگه دارن، آدمای یک دست رو بیارن، خامنه ای هم همه جا کنترل کنه، چون آسیب پذیرترین رژیم اینه که وقتی میخواد سرکوب بکنه در مقابله با مردم، چون حکومت مسئله تهدید یکیش مردم ایرانن، میخوادم سرکوب بکنه، مهمش اینه که انسجام خودش حفظ بکنه. برای همین خامنه‌ای در همه کار دخالت میکنه، ولی این دخالت جایی حالت مسخره پیدا میکنه، مثل همین مسئله واکسن. شما تصور بکنید اول اومد ممنوع کرد، بعد آزاد کردن، بعد دوباره ممنوع کردن، بعد دوباره آزاد. یعنی واقعا کسی اخبار مربوط به فایزر رو، همین اخبار فایزر رو یه مدت بکنه که بله وارد شد برای اول زنان باردار و بعد پرستارا، اونم کیا و کیاست، یعنی پس بهترینه دیگه. بعد دوباره دیدن خیلی آبروریزیه، چون خامنه‌ای اومد با تو تلویزیون گفت اینا رو ممنوع اعلام کرده بود، دوباره ممنوع کردن، بعد اومدن میگن به خاطر پوله. یعنی هم میخواد دخالت کنه در همه کار، هم عواقبش نپذیره. بالاخره وقتی شما دخالت میکنه لوازم خانگی به رهبر چه ربطی داره؟ حالا صحبت از اینه که اون کسی که یه نامه نوشتن چند نفر که آقا این واردات کره ای رو ممنوع کنید به خاطر اینکه صنعت داخلی مثلا داره از بین میره، حالا تو خود ایران هم حتی صحبت شده که اون کسایی که نوشتن خودشون مافیای لوازم خانگی هستن، اینو به خاطر همین مسائل نوشتن و دلایلش نوشتن. حالا به رهبر چه ربطی داره که بیاد به رئیس جمهور بگه، رئیس جمهور هم زودی دستور بده که ممنوع کنی؟ آقا شما تصورش بکنید، یعنی شکل قبلا هم همین بوده، ولی خامنه ای تو جزئیات دخالت نمیکرد، یک. دوم ظاهر رو حفظ میکردن، ظاهر مثلا علکی حفظ میکردن، الان ظاهر گشتن کنار، یه قاتل رو کردن رئیس جمهور، یه
نزدیک 50% اعضای کابینه هم تحت تحریم هم. اینا رو آوردن کردن تو این کابینه، اونم مال اون مجلسشون، خانم در همه کار دخالت میکنه. واقعا این حکومت اگه اینها نشانه به هم ریختگی، عدم کنترل و جهت نداشتن باشه چیه پس؟ علامت ضعف حکومت نباشه علامت چیه؟ تشکر. خب با آقای دایی عزیز هستیم، از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و گفتگو با آقای دایی رو پی میگیریم. جایی نرید، مسائل مهمی هست که باید با آقای دایی در میان بگذاریم و یکی از مهمترین اونها به نظر من این تلاش اصلاح طلبانه در معارضه با نیروهایی که معتقدند آقا جمهوری اسلامی دیگه هیچ شانسی برای ایران باقی نگذاشته، که آدم امیدوار بشه به اینکه با حضور جمهوری اسلامی هنوز میشه اندکی به وضعی بهتر از امروز رسید. سیاه اونش که در آینده داریم بینیم سیاه با جمهوری اسلامی. بنابراین حذف جمهوری اسلامی یه امر محتوم تاریخی است. جمهوری اسلامی باید بره، هیچ راهی نداره. یعنی اصلا تو این دههی که ما الان در آغازش ایستادیم و این تحولاتی در دنیا داره صورت بگیره، این زیر رو شدن جهان، جایی دیگه برای جمهوری اسلامی وجود نداره. اصلاح طلب ها بعد از این همه شکست کماکان سیاست های فرومایه خودشون رو دارن ادامه میدن. ببینم نظر شما چیه؟ چون معتقدن هیچ راهی برای ایران نیست، باید همین حکومت رو تحمل کرد و باید باید حضرمی حکومت را اومد. من نمیفهمم که ریشه این طرز تفکر کجاست. یه الان خب یه پلتفرم جدیدی پیدا شده، کلاب هاوس، میان جلسه میذارن 1000، 2000، 3000 تا میان. جالب اینه که اون تا بالا که می نگاه میکنیم اینی 10-15 نفر از همینا که لاغلش میشه گفت که حالا مثلا کاری به صداقت تو سیاست اصلا بحث صداقت و نمیدونم ایمان داشته یا نداشته نیستش، که بحث این که مسیر اشتباه بوده. شما راه اشتباه به مردم از زمانی که خاتمی اومد تا الان 24 سال مردم بردید به جاده خاکی، شکست خوردید، انداختنتون از حکومت بیرون. خیلی هاشون هم میگن که آقا یعنی دو چند ماه پیش که اون انتخابات قلابی بود که بیشتر میگفتن تحت فشار، که مردم این راه حل رو یا این توهم رو کنار زده. در نظام ولایت فقیه که رهبرش برای یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی هم دخالت میکنه، در این نظام صحبت کردن از اصلاح طلبی با شرکت در حکومت و رأی دادن، کسی که اینو میگه بعد از 24 سال یا هیچی متوجه نشده تو این 24 سال چه اتفاقی افتاده، یا اینکه خودش هم میدونه داره دروغ میگه. به هر صورت، ولی مسئله اینه که شماهایی که 24 سال این اشتباه رو کردید، نشستید راجع به هر موضوعی هم کارشناسن. یک. دوم، ماها فکر میکنیم که چون، یعنی ممکنه به اشتباه فکر کنیم که چون مردم جواب رد دادن اینا میرن کنار. نه خیر، این خبرها که نی. بالاخره اینا فضای رسانه‌ای در اختیار اینا بوده در خارج و داخل. بالاخره بی بی سی بگیرید یا حتی ایران اینترنشنال، دیگه بخش عمده خبرنگاران اینترنشنال یا بی بی سی اومدن، یا کسایی بودن در داخل تو همین روزنامه به اصطلاح اصلاح طلب خبرنگار بودن، یا نه خودشون تو همین خارج تو رادیو فردا و جای دیگه از اصلاح طلبی حمایت میکردن. حالا میگن ما دیگه اصلاح طلب مثلا نیستیم، ولی بالاخره این آدم ها کنترل رسانه‌ای در اختیارشون بوده. در این تردیدی نیست که دست من و شما که نبوده، که دست اینا بوده. خب حالا اینا اومدن وسط در صحبت میل که ما وارد یه دوران جدیدی شدیم. الان اکثریت مردم مشکل اساسی و بحث اساسی اینه که چه کار بکنیم و شر این حکومت خلاص بشیم. این بحث اصلیه دیگه، اکثر بحثام همین سواله که چه باید کرد.
حالا یه عده هستن کارشناسن، در این زمینه کار میکنن، تشکیلات دارن، راه حل‌های مختلف میدن. خب دیگه من که نیستم که، تخصصی در این زمینه ندارم، گوش میکنم. یه جاهایی هم که خدایش واقعا من گیج میشم، صحبت میکنن که خب ما طرفدار مثلا، یه عده میگن نه ما گزاره مسالمت آمیزیم، یه عده میگن براندازی بدون خشونتیم، اینا اون میگه نه جامعه مدنی برای گذر. من تفاوت‌ها اینا رو خیلی جا نمیفهمم، میگم خب لابد این دوستان استراتژی رو بهتر میفهمن، من عقلم نمیرسه، باید بیشتر مطالعه کنم. خب اینو میذارم به عهده متخصصین، واردش نمیشم. اما یه بحث جدی، یه خطر جدی وجود داره و اونم اینه که میخوان به گفته خودشون حتی از موضع پایین، بله خب اصلاح طلب ها شکست های خوردن چه، ولی همین ها به کمک یه سری رسانه ها که مرموزتر عمل میکنن، میخوان آب رفته رو به جوب برگردنن، لااقل طرف مقابل تضعیف بکنن. یکی از سوالاتشون همینه که شما فرمودید که خب حائل براندازان مثلا، حالا که مثلا اصلاح طلبی کنار زده شد، شما چی؟ شما کجایید؟ راه حل شما کجاست؟ ببینیم چیکار میکنیم مثلا از این حالت. در پاسخ به اینا باید گفت آقا تفاوت براندازی، حالا هر شکلی داره، هر اسمی داره، یعنی ساقط کردن این حکومت، رفتن کامل این حکومت، واژه مناسبش هم اونا که واردترن بگن، برسوند تفاوتش با اون حرفایی که شما میزدی این نیست که بگیم اون یه گزینه است، اینم یه گزینه، حالا اون گزینه نشده این گزینه چیه؟ نه، اون یه توهم بود، گزینه نبود، اولا گزینه نبود که، اون یه توهم بود، دکان بود در نظام ولایت فقیه، وقت خریدن برای نظام بود. گزینه یعنی این که اگرم شکست خورد بگیم راه شکستش کجا بود، دلایلش بریم حل بکنیم که گزینه به یه راه حلی برسه. یه گزینه نبوده که، چیزی که محکوم به شکسته که گزینه واقعی نیستش که. در مقابل براندازی هم تنها راهه. آخه وقتی اصلاح طلبی جواب نمیده، او حکومت هم داره نسل و مملکت و همه چی رو عبه میبره، مگه راه دیگری هم غیر براندازی ها؟ اصلا گزینه نیست که ما مثلا نشستیم دیشب تا به حال فکر کردیم یا دو سال فکر کردیم میگیم آقا بریم سراغ این مسیر. نه، راه دیگری ما نداریم. من خودم با چند تا از اینها که قبلا که کنترل این تلویزیون ها دستشون نبود و اینها، با اینها که بحث میکردم تو این تلویزیون ها، یادمه همیشه میگفتن آقا ما باید مصلحت اندیش بشیم، هزینه کمتر بدیم برای عبور از نظام، بنابراین در انتخابات شرکت کردن یکی از راه‌ها کم هزینه است. وقتی که یه چیزی دکان باشه، توهم باشه، این دیگه راه نیستش که، اتفاقا هزینه‌ش هم بیشتره. که اون مثالی که من همیشه به اینها میذارم، من همیشه هم میذارم اینه که شما وقتی در یه بیابان گیر کردید، بیابان گیر کردید، پا برهنه، بدون غذا، بدون آب، آفتاب سوزانم به زودی خورشید داره در میاد، خب یه ده میگن آقا، ما میگیم آقا راه بیفت، با همین پای پیاده باید بریم، راه دیگری نداریم. اصلا بحث گزینه چیه؟ راهی نداریم، باید بریم یه جای آبادی پیدا کنیم، بریم نجات پیدا کنیم. یه ده میگن نه آقا، شما چه هزینه میخوای بدی؟ آفتاب سوزان، بدون آب، ممکن خدای نکرده تلف شی، پاتم که کفش نداره، پاتم ممکنه زخم شه، خب چیکار بکنیم؟ راه کم هزینه، منتظر باشیم یه لیموزین بیاد ما رو نجات بده، ما هم سوار کنه، تو اونجا هم که سوار شدیم یه نوشابه با یخ بده به دستمون، اون که دروغه که. باید بنابراین مسئله براندازی الزامه، ما راه حل دیگه نداریم. یک دوم، این خیلی خنده داره، به ما میگن شما کجایید؟ اون داستان رو حتما شنیدید شما، این مسئله رو، یه آقایی یه قورباغه آورد جلو، همه اینجوری زد به قورباغه، اینجوری زد بهش، گفت بپر، قورباغه پرید، چون بهش ضربه زد دیگه پرید. بعد من چهار دست و پا قورباغه رو قطع کرد، زد بهش، گفت بپر، قورباغه دیگه دست و پایی نداشت بپره که، ضربه هم که، گفت ببین نتیجه میگیریم،
دست و پای قورباغه رو که ببری گوشش کر میشه دیگه نمیشنوه. اینم از این حرف هست. شما 24 سال تمام رسانه ها در اختیارتون بوده، کشورهای اروپایی و آمریکا هم پشتتون بودن، درست؟ خود حکومت هم به شما میدان میداده، برایش فضا ایجاد میکرد دیگه، درست؟ براندازان هم دست و پاشون قد بوده، چی داشتن؟ چی داشتن؟ حالا فضای مجازی اومده و دست و ماهای کمی باز شده. تو داخل که 24 سال که چه عرض کنم، 42 سال این حکومت در روزی که اومده داره آدم میکشه. یه نفر صحبت براندازی میکرده که به سلابه میکشته، خانوادهش هم دستگیر میکرده، اموالش هم غارت میکرده، خودش هم اگه شانس میبرد نمیکشتن و شکنجه و تجاوزش بهش نمیکردن فرار میکرد میمد خارج. خب توی فضا میخواید ما رو با خودتون مقایسه کنید؟ بگید ای پکوشید. ما میگه آقا یه مسیره، یه پروسه است. حالا درست میفرمایید شما، یه سری ضعف ها هست، طبیعیه که یه سری ضعف ها هست. اگه ضعف نبود که حکومت حالا سقوط کرده بود. خب بله، طرف مقابل ضعف داره، توشون اختلاف، حکومت دامن میزنه به اختلافات از طریق سایبری و غیره، گروه های افراطی وجود دارن که مردم ممکنه بترسن، هزار تا مسئله هست. در اصلش هم سرکوبه که نمیذاره این پیوند بخوره، این براندازی با مردم، مردم رو سر کار میذارن، همه اینا هم. ولی با همه این اشکالات، با همه این ضعف ها، اصلا بحث این نیستش که ما راه دیگه ای داشته باشیم. راه دیگری یک کسی میشناسه بیاد بگه، بالا با کسی هزینه هم نمیخواد بده، هیچ کسی دنبال این نیستش که هزینه بخواد بده. ولی وقتی چاره اینه باید چیکار کرد؟ اصلا راه دیگری نیست. بعد ما ها که خارج نشستیم به مردم بگیم خشونت بکن یا نکن، اصلا ما مگه چقدر ما قدرت داریم؟ مردم تو ایران نابود شدن. حالا هفته دیگه فرصت شد حتما در مورد این مسائلی که بحثایی که میشه، چقدر چین تحریما رو دور میزنه، چقدر به کمک اقتصاد جمهوری اسلامی، اینا رو باید جدی بحث بکنیم. اما ما اینا هی میان منفی ها رو برجسته میکنن که ضعف های ما رو بگن که اصل کاری ها رو نبینیم. واقعا شما نگاه بکنید آقای مهبودی عزیز، من و شما خب نسل قدیمیم، نسل جدید رو نگاه بکنید، شاعر، آهنگساز، نگاه بکنید، کارگر، معلم، در خیابونن، تو زندانن، حکومت رو به چالش میگیرن با ادبیات جدید، با فضای جدید. اینا مثبت نیست؟ اینا نشانه های درستی راه براندازی نیست؟ ما ها رفتیم اینا رو در خارج، مثلا ما 4 نفر رفتیم اینا رو تمرین دادیم. یه نسل جدید پا شده، براندازی راه محتومه، شکست برای حکومت محتومه. ما کاری که باید بکنیم کمک بکنیم سریعتر انجام بشه، باید ضعف ها رو جبران بکنیم، اشکالات خودمون دامن نزنیم. ولی مهمتر از همه اینه، این 24 سال این دکان اصلاح طلبی و این بختک اصلاح طلبی چه کار کرد؟ مردم رو به جاده خاکی برد، اجازه نداد مردم دنبال راه حل اصلی یعنی براندازی برن. الان اومدن تو کلاپاس با حرفای دیگه، اسامی مختلف، تحول خواهی، نم چی چی، یه چی اسامی جدیدی خلق میکنن که آدم واقعا میگه چه شاهکاری داره اینا. تمام این و برجسته کردن ضعف‌های طرف مقابل، میخوان همون کاری که 24 سال گذشته کردن، مردم رو سر کار بذارن، به طرف راه حل نرن. بله ما هزار تا اشکال داریم، همه رو حل خواهیم کرد به طرف براندازی، به مردم کمک میکنیم. برای اینکه براندازی در داخل زاییده شده، در داخل زاییده شده، این رسانه ها باید خودشون رو هماهنگ بکنن، در این تردیدی نیست. واقعش اینه، یعنی نباید اسیر این دروغ پراکنی ها و این فضای دروغ اینها بشیم. 24 سال مردم ببینید این دروغ ها، این کاری که اینا تو 24 سال کردن، اینو بارها خدمتتون گفتم، آن روی سکه اعدامه. حکومت اعدام میکنه، شکنجه میکنه که مردم دنبال براندازی نره. اینها هم با وعده های دروغ، خراب کردن براندازی و چیزا برجسته کردن ضعف ها، همون کارو میکنن که مردم دنبال براندازی نره. ما هدف اصلیمون باید باشه که مقابله بکنیم، و یکی از راهاش هم اینه که خودمون به این اختلافات و به این ضعف ها دامن نزنیم. به اعتقاد من
آقای دایی خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم. سنجشه خیلی آموزنده.